لغمان چپ پشت سر هم فایت جذاب عبدال محمد گردن در مقابل حریف انگلیسی، یکی از فایترهای خفن و گاد افغانستان که مقیم لندن خودش، آره خودش هم اونوره توی لندن قوقا به پا کرده و ما قبلا در موردش ویدیو ساختیم. اصلا عجوبه‌ایه برای خودش، عجوبه‌ایه. برادرش فرامرز محمد توی شب نورد فایت می‌کرده، ولی خب آره، ولی خب خودش الان یه جورای مربی فکر کنم، آره مربی بچه‌ها بوده، تو سنگین وزن کار میکنه، میشه بگیم یه جورای مایک تایسون افغانستان. آره به این گردن هم به خاطر این لقب بشدن که یه گردن خیلی قطوری داره، بعد وقتی میره تو حریف حریفو براتون مثل چیز میجود. یه خلاصه لغمه میکنه. آره لینک اصل ویدیو تو دیسکریپشنه، بریم با هم دیگه این فایت بلادی رو ببینیم. بر سر کمربندم هست، کمربند سازمان چی ام ام ای بود که خب شروع شد. عجیب، حریفه چقدر گنده است. آره خود عبدال محمد ده سان ببین حتی به قد نیست. راوند یک خود گردن هم فیس شبیه بازیگرای هالیووده. چند تا یه لوکی، یه چند تا پوینت زده، ولی کار چند تا جب میزنه حریفش. اوه پرتاب کرد یه پانچ دیگه چپ و راست پشت سر هم، لفت رایت. الان آماده است برای تک داون و انجام شد. تک داون عبدال محمد گردن. عبدال محمد معروف به تک داون کردن و زمینی کار کردن با اون شورت ارتشیش. چه جالو همزمان گفت. یه چند تا پانچ پهلو میزنه، هایلایت های فایت داریم میبینیم، خیلی خفنه استایل مبارزش. من استایل مبارزش من استایل مبارزش از سیار هم حتی بیشتر دوست دارم. خب سیار بیشتر استرایکی کار میکرد، تو زمینی اصلا عبدالرحمن چیزه. راند یکی اصلا خورده تو جهنمه، زمین جهنمشه. بریم راند دو رو داشته باشیم ببینیم واتس گوین اون. مثل نقل نوا تو دستش بود راند یک، یه دونه اوورهند پرتاب میکنه، چند تا گارد میگیره، میدونه که میتونه حریف رو توی زمینی دست قفس میگیره، ولی حریف عروسی نیست داشت فایته اینقدر دست میزنی. نه خیلی باحال مثل نوک میزنی بروزن، یه حرفه ایه طرف باجمون کار زیاد کرده. استاده میشه دوره یه فرانت کیک، چقدر ضرباتش خفن میزنه. یه اوورهند میره، اوه یه نیزد حریف، دوباره میره بگیره. فقط میبینی البته اینم بگیم حریفش خیلی ضعیف حدمن چیچیه. نه بابا حریف خواهد استرکی کار کنه، سری اون میاره زمینی میکنه. برای همین حالا اینم هایلایته ما کامل. خب اگه چیچی نبود که سر کمربند نبود 100% حریفش هم قویه. پس اینجا معلوم میشه عبدالمحمد گردن رانده یک. اوه یا های کیک از اونها، یه فرانت کیک دوباره میره بگیره، یه نیزت حریف. آقا رانده دو هم فکر کنم تموم شد. واقعا این راندم فکر کنم دست چیز بوده. میریم راند سه و راند آخر رو داشته باشیم با هم دیگه. تاچینگ گلوفز راند آخر، دوباره توی دو تا راند یه تک داون. ببین تو هر راند یه شاه تک داون داشتیم از جانب گردن. حریف داره پاره چیز میکنه، یه کیک. اوه هولش داره دعوایی یه زمینی قفلش کرده با الباش اینجوری گذاشته بیخی خفتش کرده، بیخی گلوش. اوه چه پانچایی حریف، انگار داره زج پانچ میشه. الان قفله، هیچ کاری نمیتونه بکنه. پانچ های چپ و راست میتونه کارو تمام کنه الان با چند تا پانچ. یلبو یه پانچ اصلا نمیذاره حریف بلند شه. حریف انگلیسی قدرت بدنیشو پانچ چپ پشت سر هم چپ راست تو کنم بو چپ راست. نه نبرد. آقا رانده سم تایمش تموم شد، به کمک حریف انگلیسی اومد بر اساس امتیاز دهی. ببینیم که دوباره کیو انتخاب کردم. خوب. مشخصه با توجه به هایلایت هایی که دیدی 100% عبدال محمد گردن کمربند این سازمان رو میگیره، میاد بالا. عالی بود، یکی از آره تو 10 تا فایت اخیر، آره دقیقاً از فایت واحد الله نژند به بعد یکی از خفن ترین فایت هایی بود که دیدی. آره تا الان، چون خب این فایت هم البته قدیمی بوده، ولی خب نسبت به فایت هایی که الان داریم ریاکت میبینیم یکم فایت خفن بوده. شما نظرتون راجع به عبدال محمد بنویسید، اگه فایت دیگه هم ازش هست تو کامنت ها بنویسید. ریاکشن الان کجاست اگه تو آره. ازش داری این ویدیو رو هم بریم ببینیم، یکی از فایت های دیگه اش بوده که ریاکت رفتیم اونجا میبینیمتون تا ویدیو بعد. بدرود.